تاریکی. صدای همهمه تماشاگران مسابقه بوکس در تاریکی صحنه شنیده می شود. صدای زنگ آغاز مبارزه در هیاهوی جمعیت خود نمایی می کند. زمان نمایش لحظاتی قبل از آغاز فیلم برداری است. دختر ماری استیون نام دارد. 28 ساله است. زیر نور موزه‌ای ایستاده و تکان نمی خورد. تنها چرخش چشمانش متوجه من می کند که در حال تماشای افراد است. در همین چند بار گردنش را به راست و چپ تکان می دهد. یکی دو بار بالا تنه‌اش را تکان می دهد و به نوعی در تلاش است تا خستگیش را در کند. اما دوباره به حالت قبل باز می گردد. نباید تکون بخورم. فیلم بردار اصلا با کسی شوخی نداره. الان که دارم با هاتون حرف می زنم دستیارش متر گرفته تا نوک بینی. برخلاف بقیه بازیگرا که یکی از جاشون وایسه، من خودم باید اینجا وایسم. اینم از شهرته. نشستن در حال استراحت و قهوهشون رو میخورن. صدای خنده هاشون از پشت سرم میاد. بالاخره کارش تموم شد. معلومه این کاره نیست. هر کسی دیگه بود انقدر وقت تلف نمیکرد. شاید از من خوشش اومده و با این کارش میخواسته سر بحث رو باز کنه. ولی من اصلا توجه نکردم. دستیارشو میگم. 34-35 ساله میزنه. قد بلندی داره. با هیکل ترکیش حالتو بد میکنه. دارم بحثو عوض میکنم. اینا حرفاییه که میاد و تو ذهنم میچرخه. میخوام به اصل قضیه با استرس این لحظه فکر نکنم و این حرفا رو میزنم. بله. تشریف آوردن. با معشوقشون اومدن. رایان هنگز. شنیده بودم که همیشه دیر میاد و گروه باید نازشو بخره و از این صحبت ها. این کمترین ضرریه که به گروه میزنه. الان از لابلای صحبتهای گروه فهمیدم که بیشتر از یه خط دیالوگ حفظ نمی کنه. برای کارگردان سرشناس تا چند خط هم لطف می کنه. ولی این پروژه رو فقط به خاطر پول قبول کرده، شک ندارم. هیچ کدوم از این گروه شناخته شده نیستن. در سطح درجه 2-3 هم. روزنامه ها همه نوشتن که این روزا داره از زن دومش جدا میشه و اوضاعش اصلا خوب نیست. ولی من که ناراحتی نمیبینم تو رفتارش. خیلی عادیه. بازم دارم از اصل داستان فرار میکنم. میخوام بگم که گروه داره جمع میشه. پشت هم نفس عمیق میکشم. این نقش شاید تا مدت‌ها دیگه به هم نرسه. نمیذارم مفت بپره از دستم. انگار که بگم آخرین شانس منه. 28 سالم شده و ممکنه دیگه نتونم همین نقش کوتاه رو هم گیر بیارم. اینم به لطف کار تو این استودیو و اون استودیو بود. دستیاری صحنه تو این فیلم و اون فیلم. دوباره فرار میکنم. تا میام حرفمو بزنم ذهنم میپره به یه جای دیگه. یه دنیای دیگه. حدس می زدم می خوان منو کنار بذارن. دستیار کارگردان الان گفت. مثل این که رایان خیلی مشتاق نیست من تو همین تک سکانس کنارش بازی کنم. مگه به حرف اونه؟ ولی من بهش میگم که گفتم حرفمو. یعنی تا همین لحظه نمیدونست قراره با یه بازیگری مثل من کار کنه؟ اصلا چرا باید انقدر حساس باشه؟ من که نقش زیادی ندارم. فعلا که گروه مقاومت کرده جلوی درخواستش. این خوبه برام. مهم اینه که نباید این نقش رو از دست بدم. کسی از مشکلم اینجا خبر نداره. نبایدم خبر داشته باشه. صمیمی‌ترین دوستام هم خبر ندارن. نمیدونن داستان زندگیمو. به هر کی بگی باور نمیکنه. باورم بکنه از سر دلسوزی میخواد رفتار کنه و دست نوازش بکشه سر آدم. از این دلسوزی احمقانه. من یه مشکلی دارم. یه بیماری خاص تو دنیا. شاید یک در چند میلیون. قرعه شانس به اسم من افتاده. من پروسوپاگنوسیا دارم. خلاصش اینه که نمیتونم ببینم. نه، کور نیستم. میبینم ولی صورت آدم رو نمیتونم.
ترس داشتم که گروه بفهمه و به این بهانه منو از فیلم اخراج کنن. بالاخره تونستم بگم. تو حرف قابل فهم نیست، کسی درکش نمی کنه. آره اسم بیماریم عجیبه، یه خوردم طولانیه. هیچ وقت جدی نگرفتمش، باور نمی کردم. فکر می کردم شاید چشام ضعیف شده یا مثلا از خستگیه. طبق عادتم هم به هیچ کس نگفتم. از 15 سالگی اینطور شدم. این خبر بعد دکتر مدرسه داد، خانم آدامز. وقتی مثل همیشه نشسته بودیم و از فیلم صحبت می کردیم فهمید. آخه اونم مثل من عاشق سینما بود. اون فهمید که ماجرا چیه. قول داد به کسی نگه و واقعاًم پای حرفش موند. مطمئنم نگفت، چون آدم مرده که نمیتونه با کسی حرف بزنه. چند ماه بعد بهم خبر دادن که از دنیا رفت. شاید آخرین مریض من بودم، نمیدونم. دیگه نمیخوام بهش فکر کنم. الان فقط باید این نقش رو جدی بگیرم. باید این نقش از من رو پرده سینما بره. باید. واسه من بیشتر از یه نقش عادیه. حتی اگه اسمشو بذاریم سیاه لشکر. تو دهنی بزنم به همه کسایی که به هم نگفتن و مسخرم کردن. از دوران مدرسه و آدمایی مثل جسی تا امیلی و کیسی و خیلی های دیگه. صدای خنده هاشون هنوز تو گوشم. یادمه که بعد از اجراها و سخنرانیام جدی گرفته نمی شدم بینشون. دوست داشتم منم جزو اکیپ دوستی اونا باشم. گروهی بعد از ظهرا بریم بیرون. نه اینکه فقط زندگی من به مدرسه و خونه و سینما رفتن تو آخر هفته ختم بشه. کسالت آور بود. ولی من باید نشون بدم که بازیگر شدم. این کار به جونم بنده. نباید از دستش بدیم آری. درست یادم نمیاد چی شد از بین تمام بچه های مدرسه منو واسه سخنرانی ها انتخاب کردن. من خجالتی رو. البته که این احتمالم وجود داره، دوستان به معلم ها گفتن ماری میتونه و اونا به بالا دستی ها و کسی این بین حتی نپرسیده واقعا این دختره بلده؟ حتی دریغ از یه امتحان. خانم میلنر کارو خراب کرد. اون به مدیر گفت، شک ندارم. باید میدیدینش. عاشق اینه که موقع مراسم فارغ التحصیلی سال بالایی ها میونه پدر مادراشون بشینه و باد به گلو بندازه، پاشو بندازه رو اون یکی پا و به همه نشون بده که من باعث این اتفاقا بودم. من بچه هاتون رو کشف کردم و هرچی تو آینده بشن به خاطر هنر منه. زرشک. هر وقت تو مدرسه قرار بود سخنرانی بشه منو انتخاب میکردم. هر وقت قرار بود با مدیر جلسه برگزار بشه و از سمت بچه ها حرفی رو بزنن منو انتخاب میکردن. سال بالایی و پایینی هم نداشت. وقتی هم که ازشون میپرسیدم چرا من، اولین چیزی که میگفتن این بود، تو شایسته ترینی. نوبت به دوستان میرسه. اونا هم میگفتن تو چه دل و جرأتی داری که راحت میری و با مدیر صحبت میکنی. خدای من. خدای من آخر جملهشون میذاشتن که من بفهمم چه کار بزرگی انجام دادم. این کار که اصلا هنری نبود بخوام بهش ببالم. من نمیفهمیدم چی میگن. واقعا نمیفهمیدم. دو سه تا از دوستای مکزیکی من به زبون بیزبونی میگفتن که تعجب کردن. انگلیسی دست و پا شکسته. چیزی که جالبه اینه، خبری از حسادت بین بچه ها نبود. هیچ کس تلاش نمی‌کرد منو از این جایگاه پایین بکشه و خودش بشه سخنگو. برخلاف مسئولیت‌های دیگه تو مدرسه، سخنگو بودن برای بچه‌ها اصلا وسوسه انگیز نیست. یعنی چیزی نداره به آدم بماسه. مثلا همین کوین که مسئول سالن ورزشی مدرسه است، همیشه بین دخترها عزت و احترام داره. یه بار جورج از بچه‌های سال بالایی تو راهرو جلوم وایساد و شروع کرد به سوال کردن ازم. اول کلی ذوق کردم که یکی از خوشتیپای مدرسه داره از من سوال میپرسه. همه دورم جمع شدن و به من نگاه میکردن. ولی بعد فهمیدم که دارن مسخره میکنن. از خنده هاشون فهمیدم. در صورت که جایگاه من بهتر از کوین و سارا و دایان و بقیه بود. من مستقیم با مدیر در ارتباط بودم ولی کسی اینا رو نمیفهمید. منم تو آره و نه و اگر و اما قرار گرفتم و قبول کردم. قول دادن که به هم امکانات بدن و خواسته هامونو برابر